سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین در اسلو در این باره گفت: پیداست که رژیم آخوندی و دست نشاندگان و مزدورانش در عراق از ارسال تصاویر جنایت علیه بشریت در اشرف بسیار سوخته و درماندند و به همین خاطر از دسترسی مجاهدان اشرف به دوربین و تلفن‌های همراه و شبکه اینترنت برای ارسال فیلم‌ها و تصاویر جنایت به خارج از عراق بسیار سراسیمه و تلخ کام هستند. شلیک مستقیم به شماری از مجاهدان قهرمان در روز 19 فروردین از جمله آسیه رخشانی و سبا هفت برادران در حالی صورت گرفت که با تلفن‌های موبایل مشغول عکس برداری و فیلم گرفتن از تیراندازی و حمله زرهی ها به نفرات بی سلاح بودند. سخنگوی مجاهدین افسود: نمی دانستیم که برای تلفن زدن یا استفاده از تلفن همراه و شبکه اینترنت در عراق و همچنین برای پخش برنامه های سیمای آزادی از لندن باید از ولی فقیه ارتجا فتوا گرفت و از ارسال فیلم ها و تصاویری که مذاق عظما و مالکی و عموم جنایتکاران و دیکتاتورهای سرکوبگر را می آزارد پرهیز کرد. سخنگوی مجاهدین به ولی فقیه ارتجا و پاسدارانش در عراق خاطر نشان کرد که این قبیل اغلاط زیادی را بالکل در دنیای ارتباطات موقوف دارند و از حکم دستگیری قذافی و سیف الاسلام آقازاده ایشان در مورد ولی امر مسلمین جهان و نور چشمی ایشان نوری خامنه ای عبرت بگیرند. پاسدار دانایی فر و دیگر سرکردگان تحریم شده سپاه تروریستی قدس نیز باید قرار گرفتن در برابر قانون و محاکمه و مجازات خود را واجب عینی بدانند. سخنگوی مجاهدین خاطر نشان کرد: معلوم می شود در ظل دیکتاتوری جدید در عراق که تظاهرات و قیام‌های مردم این کشور را برانگیخته است، حاکمیت مفهوم جدیدی پیدا کرده است که در آن استفاده از تلفن همراه از سوی مجاهدین جرم و نیازمند اجازه کمیته سرکوب است. اما 300 بلندگو و گله مزدوران در اطراف اشرف که 18 ماه است به طور شبان روزی زوزه می کشند، مبلغان و مدافعان حاکمیت ملی عراق هستند، مشکلی ندارد. البته به گفته پاسدار دانایی فر، تمامی این امور در هماهنگی کامل با حکومت مالکی انجام می شود.